به گرمای مهر همگرایی ها در پهنه میهن ایران زمین بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان خاصه هم میهنان مشتاق روشنی ها در مام میهن بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر هستید با تازه ترین اخبار تدوینی و تنظیمی و دریافتی از ایران منطقه و جهان نخست مروری بر سرفصل اهم اخبار پایان سالها مذاکره هسته‌ای با فرجام قریب به یقین توافق جامع در لوزان سوئیس موجی از واکنش ها به اعلام نهایی نتیجه مذاکرات با صدور بیانیه رئیس جمهور آمریکا از یک سو و اعلام ظریف مبنی بر آغاز نگارش پیشنویس توافق جامع اتمی از سوی دیگر همراه با شادی شهروندان ایرانی در خیابان‌های پایتخت و چند خبر انتخابی از منطقه از جمله ادامه بحران یمن با پیشروی های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه چهاردهم فروردین ماه ایرانی در واحد اخبار و تحریریه خبر شبکه تلویزیونی ایران فردا به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید نخست آخرین اخبار هسته از لوزان تا تهران نتیجه مذاکره هسته ایران با شش کشور طرف مذاکره صدرنشین رسانه ها به زبان مختلف جهان بود. Iran-U.S. relations had nothing to do with this. This was an attempt to resolve the nuclear issue, and I'm grateful to everybody who participated. Secretary Kerry participated uh, in this with a great deal of personal interest and invested a great deal of time and energy, and he dealt with the Iranian delegation with, in mutual respect, and I believe that has made it possible for us to move forward. بعد از مذاکراتی نفسگیر و طولانی در لوزان سوئیس ایران و شش قدرت جهانی توانستند با انتشار بیانیه مشترک چارچوب توافق نهایی را نیز مشخص سازند بر اساس این بیانیه مشترک ایران ظرفیت قنیسازی اورانیوم خود را کاهش می‌دهد و در قبال این کار تحریم های بین المللی علیه تهران نیز در چند مرحله برداشته می شوند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با استقبال از این بیانیه مشترک گفت تفاهمی تاریخی با ایران به دست آمده است Today United States, باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تاریخی توصیف کردن تفاهم صورت گرفته در لوزان سوئیس از منتقدان آن پرسیده است آیا شما واقعا فکر می کنید که این توافق قابل راستی آزمایی اگر کاملا به آن عمل شود در حالی که از حمایت قدرت های جهانی برخوردار است بدتر از خطر برپایی یک جنگ دیگر در خاورمیانه میانه است؟ آقای اوباما در باغ کاخ سفید در برابر دوربین های تلویزیونی خطاب به ملت ایران نیز می گفت می بر اساس منافع مشترک خود با شما تعامل داشته باشیم و این توافق چشمندازی را برای رفع تحریم ها ارائه می کند او تأکید کرده است که اگر تفاهم لوزان در نهایت به توافق نهایی و جامع بیانجامد آمریکا هم پیمانان آن و جهان امتر خواهد شد چارچوب توافق اتمی با ایران پنجشنبه شب در شهر لوزان و در قالب یک بیانیه مشترک از سوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همینطور محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران قرائت شد این بیانیه حاصل هشت روز از آخرین دور مذاکرات نمایندگان ایران و گروه کشورهای موسوم به پنج به علاوه یک یعنی شامل آمریکا بریتانیا روسیه چین فرانسه و آلمان در هتل بوریواژ شهر لوزان در سوئیس است پیشتر قرار بود که این مذاکرات با ضربالعجل پایان ماه مارس خاتمه یابد اما کشورهای درگیر در این گفتگوها دو روز دیرتر توانستند بر سر متن این بیانیه مشترک به توافق برسند خانم مگرینی که ابتدا متن این بیانیه را به زبان انگلیسی خواند گفت که ظرفیت و اندوخته برنامه ای ایران محدود می شود بیش از یک ده است که ایران و قدرتهای جهانی بر سر ماهیت برنامه هستهای تهران اختلاف نظر دارند ادامه می دهیم آن سوی خبر را با دنیای از اخبار هستی. در همین راستا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اقدامی کاملا نامعمول پس از سه دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید را که دقایقی پس از انتشار بیانیه مشترک صورت گرفته بود در اقدامی نامعمول از سوی تلویزیون دولتی ایران به شکل مستقیم و با ترجمه همزمان پخش کرد از سوی دیگر از خیابانهای تهران گزارش رسید که در واکنش به مشخص شدن نتیجه مذاکرات اتمی با ایران که برخی شهروندان ایرانی را در حال شادی در خیابانهای تهران نشان میدهند سفری کوتاه به تهران می رویم و صحنه هایی از شادمانی های خودانگیخته برقی از ایرانیان روبروی درب وزارت خارجه که از ظریف تشکر می کنند و با هم می همچنین برخی کاربران شبکه های اجتماعی در ایران از پخش سخنرانی آقای اوباما در تلویزیون دولتی ایران تصاویر سلفی گرفتند خبر مربوط به چارچوب مقدماتی توافق اتمی ایران پیش از آنکه به شکل رسمی اعلام شود در شبکه توییتر منتشر شده بود جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب کاربری توییتر خود نوشت راه حل را یافتیم آماده ایم نوشتن پیشنویس را فورا شروع کنیم همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا در حساب تویتری خود از این روز به عنوان روز بزرگ یاد کرد و مینوشت نوشت به زودی برای کار روی توافق نهایی برمیگردیم. ادامه آن سوی خبر با واکنش های هسته ای بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنویس توافق افاق اتمی ایران و قدرت های جهانی را ستود و می گفت به صلح و ثبات منطقه کمک خواهد کرد به گفته دبیر کل سازمان ملل این توافق همزمان با رعایت حقوق و نیازهای ایران به جامعه جهانی نیز اطمینان می‌بخشد که فعالیت‌های اتمی ایران منحصراً صلح‌آمیز خواهد ماند. همچنین فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا که همراه با ظریف این بیانیه مشترک را قرائت کرد آن را دستاوردی مهم دانست آقای ظریف گفته است توافق جامعه هسته‌ای در واقع مبتکرانه خواهد بود زیرا ایران را قادر میسازد تا اورانیوم غنی شده خود را در بازار سوخت جهانی به فروش برساند در سوی دیگر روسیه از رسیدن به چارچوب توافق استقبال کرده و آن را به معنای شناسایی حق بیقید و شرط ایران برای دستیابی به برنامه اتمی دانسته است با این حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به خبرنگاران گفت این گامی مثبت است اما همزمان سوالات و جزئیاتی باقی مانده که باید حل شوند بنا به گزارش ها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کشور اسرائیل در تماس تلفنی با آقای باراک اوباما گفته است توافقی که بر اساس این چارچوب به دست آید موجودیت اسرائیل را تهدید خواهد کرد کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به آقای نتانیاهو گفته است که این توافق اتمی به هیچ عنوان نگرانی های ما در ارتباط با حمایت ایران از تروریسم و تهدیدهایش علیه اسرائیل را رفع نمی کند رسیدن به چارچوب توافق اتمی با ایران همچنین با انتقاد برخی اعضای کنگره آمریکا مواجه شده است که مایلند در تایید یا رد توافق نهایی نیز دستی داشته باشند در این میان جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با ابراز دلواپسی از چارچوب توافق اتمی با ایران آن را نشانه انحراف از اهدافی دانست که پیشتر اوباما اعلام کرده بود و گفته است که کنگره باید پیش از لغو تحریم ها توافق نهایی را بررسی و تایید کند برنامه خبری تحلیلی آن سوی خبر را ادامه می دهیم با آخرین واکنش ها از مطبوعات و روزنامه های اصلی و معتبر جهانی خاص آمریکا در خصوص فرجام مذاکرات نیویورک تایمز می نوشت که کشورهای عربی سنی و اسرائیل شدیدا مخالف هر توافق با ایران هستند و می ترسند که این کار به تقویت ایران در منطقه بیانجامد نیویورک تایمز می نوشت اگر توافق جامع امضا شود و به اجرا درآید میتواند ریسک های سیاسی باراک اوباما و حسن روحانی برای تعامل دو کشور بعد از چند دهه قطع رابطه را نیز توجیه کند روزنامه نیویورک تایمز در این راستا با استقبال از توافق اولیه اتمی با ایران اشاره میکرد و مینوشت که این دستاورد بزرگی است که بر اساس آن احتمالا ایران هرگز به تهدیدی اتمی تبدیل نخواهد شد سرمقاله واشنگتن پست از دولت اوباما میخواست که در فرصت باقی مانده تا پایان ماه جوان و رسیدن به توافق جامع متحدان منطقه‌ای آمریکا را قانع سازد که ایران قرار نیست در پرتو این توافق به قدرت برتر منطقه تبدیل شود و به خواست مشروع کنگره برای بررسی نهایی توافق جامعه عمل بپوشاند به عقیده سرمقاله نویس واشنگتن پست آقای اوباما با رسیدن به این چارچوب توافق اتمی با ایران از وعده های انتخاباتی سه سال قبل خود عدول کرده که گفته بود تنها توافقی را با ایران میپذیرد که منطبق با قطنامه های شورای امنیت باشد مطابق قطعنامه های پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد قنیسازی اورانیوم در ایران بایستی متوقف شود ادامه آن سوی خبر با دو واکنش خبری در همین راستا همین زمینه و مضمون اما از داخل ایران نخست تشکر روحانی از ظریف و تیم مذاکرات رئیس جمهور ایران در صفحه توییتر خود از وزیر خارجه رئیس سازمان انرژی اتمی و همینطور هیئت مذاکره هسته‌ای تشکر کرد بنابر گزارش خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران حسن روحانی از ظریف صالحی و همه مذاکره کنندگان هسته ای ایران تشکر کرد صفحه توییتر رئیس جمهور ایران نوشت اکنون پای تلفن هستم و از محمد جواد ظریف وزیر خارجه صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و همه مذاکره کنندگانمان به خاطر تلاش های خستگی ناپذیرشان تشکر کردم در سوی دیگر اعلام شد مردم با امتیازات داده شده و گرفته شده موافقند یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گفت مردم با دادن امتیازاتی به گروه پنج به علاوه یک و گرفتن امتیازاتی از آمریکا و همپیمانانش موافقند احمد بخشایش در گفتگو با ایسنا می گفت بیانیه لوزان حاکی از این است که مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در حال به ثمر رسیدن است و چشمانداز آن مثبت است نماینده مردم اردستان تصریح کرد برای جلب اعتماد جامعه جهانی نیاز به دادن امتیازاتی به طرف غربی داشتیم ولی امتیازات خوبی نیز به دست آورده ایم غربی ها پذیرفتند که غنیسازی در ایران ادامه یابد و کلیه تحریم ها ابتدا توسط اتحادیه اروپا و پس از امضای توافق نهایی از سوی آمریکا لغو شود و بانک مرکزی بیمه، تردد نفتکش ها و صنعت نفت نیز به مرور رفع تحریم شوند. البته تا 11 همه تیر ماه که تا افق نهایی می شود اقدام عملی چندانی از طرف غربی ها انجام نمی شود برنامه آن سوی خبر را با مروری بر چند خبر کوتاه داخلی پی می گیریم و ادامه می دهیم خبرگزاری دولتی ایرنا از مرگ سه معمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بر اثر حمله مسلحانه افراد ناشناس به یکی از ایستگاه های موقت در شهرستان حمیدیه در غرب اهواز خبر داد. معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان به خبرگزاری ایرنا گفت که ساعت سه بامداد روز پنجشنبه 13 فروردین افراد ناشناس مأموران یک ایستگاه پلیس در حمیدیه را که به صورت خیمه ای برپا شده بود به رگبار بستند. رحمان موسوی معاون اجتماعی پلیس می گفت که این سه مامور کشته شده از نقاط دیگر کشور و زیر نظر فرماندهی انتظامی خوزستان بودند ان. آقای موسوی همچنین به خبرگزاری فارس گفت که دو نفر از ماموران کشته شده سرباز بودند او همچنین در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم تصریح کرد که از انگیزه و هویت عاملان این حادثه هیچ اطلاعی وجود ندارد و تاکنون وابستگی آنها به حزب یا گروهی اعلام نشد آقای موسوی در این حال اضافه کرد این پاسگاه در حفاظت از چادرهای مستقر مسافران نوروزی و کاروانهای اردوی هلال احمر نقش ویژه ای داشتند و احتمالا به این دلیل مورد حمله قرار گرفتند شهرستان حمیدیه در سال 1390 خورشیدی از شهر اهواز جدا شده بود و به شهرستان تبدیل شد این شهرستان حدود 50 هزار نفر جمعیت دارد ادامه خبرهای آن سوی خبر با رویدادی متنوعتر شبکه خبری CNN آمریکا روز چهارشنبه در گزارشی از عبور یک فروند هواپیمای نظامی ایران از نزدیکی یک فروند بالگرد جنگی آمریکایی در خلیج فارس خبر داد CNN در گزارش خود اعلام کرد این حادثه ماه جاری و زمانی رخ داد که یک فروند بالگرد نظامی از روی عرشه یک ناو آمریکایی در آبهای خلیج فارس در حال برخواستن بود CNN در گزارش خود این گونه اشاره میکرد که هواپیمای نظامی ایران از فاصله 45 متری بالگرد آمریکایی عبور کرد یک مقام آمریکایی که شبکه تلویزیونی سی به نام آن اشاره نکرد میگفت نیروهای ایرانی در ماه اخیر رزمایش نظامی متعددی انجام داده اند که همه آنها به صورت کاملا حرفه‌ای صورت گرفته بود ایشان میافزود با توجه به این موضوع انجام مانوری در نزدیکی یک بالگرد آمریکایی که مسلح نیز بود باعث بهت فرماندهان آمریکایی شد این مقام آمریکایی البته گفت که تصور میکنیم انجام این مانور از سوی فرماندهان محلی ایرانی دستور داده شده بود. سی این افزود یک فروند بالگرد MH6R آمریکایی در حال برخواستن از عرشه ناو یو اس اس بود که یک فروند هواپیمای ایرانی از نوع وای 12 به آن نزدیک می شود و پیش از آن که این بالگرد بتواند به پرواز خود ادامه دهد از فاصله 45 متری آن عبور می کند. این شبکه خبری تلویزیونی آمریکایی گزارش میداد که هواپیمای ایرانی از نوع تجسسی بوده و در ماه جاری نیز چندین بار در منطقه خلیج فارس به گشت زنی می پرداخت اما پس از وقوع این حادثه برای دو هفته از پرواز این هواپیما خبری نبود در سوی دیگر همین ماجرا خبرگزاری تسنیم نزدیک به نهاد نظامی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در واکنش به نقل از یک منبع نظامی در خصوص این خبر سی مبنی بر عبور یک هواپیمای نظامی ایرانی از فاصله 45 متری یک بالگرد مسلح آمریکایی می که توانمندی ما فراتر از این ادعای آنهاست اما ضرورتی ندارد به این فضا سازی آنان پاسخ دهیم گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم در همین راستا می افزود احتمالا اشاره سی این به رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در اسفند ماه سال گذشته در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس با حضور مقام های لشکری و کشوری و همچنین تعداد زیادی از رسانه های داخلی و برونمرزی برگزار شده بود بر اساس این گزارش یک منبع مطلع نظامی نیز در تماس خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه عبور از فاصله 45 متری بالگرد آمریکایی بر اساس آنچه این شبکه خبری آمریکایی مدعی شده دستاورده بزرگی برای ما محسوب نمی شود که باعث بحت فرماندهان آمریکایی شده است ایشان میافزود خبر سی این برای تحت تاثیر قرار دادن حمله به یمن و مذاکرات هسته است ما توانمندی انجام کارهای فراتر از این را نیز داریم کماکان بیننده برنامه شامگاهی آنسوی خبر هستید باز خبری از حضور نظامیان و مردان نامرئی امنیتی نظام فقها ها در عراق و سوریه و یمن با لباس پوششی موسوم به مستندساز این بار محسن اسلامزاده مستندساز شنبه هفته جاری بر اثر اصابت ترکش آرپیجی نیروهای داعش در عملیات آزادسازی تکریت مجروح شد ایشان برای ساخت مستندی جدید با محوریت چگونگی آزادسازی این شهر به عراق مسافرت کرده بود به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری ها محسن اسلامزاده کارگردان مستند اهل سنت ایران که برای ساخت مستندی با محوریت آزادسازی تکرید به کشور اراق رفته بود در یکی از عملیات های آزادسازی این شهر بر سر اصابت ترکش آرپیجی داشیون مجروح شد این مستند ساز شنبه هشتم فروردین در 60 کیلومتری تکرید در یکی از آخرین عملیات پاکسازی داعش از این منطقه زمانی که حلقه محاصره بر نیروهای موسوم به تروریستی داعش تنگ شده بود بر اثر انفجار یک گلوله آرپیجی همراه با یکی از فرماندهان نظامی عراق مجروح شد این مستند ساز پس از مجروحیت به بیمارستانی در سامر را و پس از آن برای درمان به ایران منتقل شد وی هم در بیمارستان بقیت الله که وابسته به سپاه هست بستر است بستری است جالب آنکه عظیمت مردان امنیتی جمهوری اسلامی تحت عنوان مستندساز امری است سابقه دار که نخستین بار کوچکزاده و طالبی که همینک نماینده مجلس نیز هستند و همینطور پیشتر آقایان فرشید فرجی و کروش کار به عنوان دو مستندساز موسوم به مستقل در عراق از سوی نیروهای آمریکایی دستگیر شده بودند ضمن آنکه شخصی به نام اسماعیل حیدری به همراه هادی باغبانی که از سوی جمهوری اسلامی علنا و رسما در خطوط مقدم جبه های جنگ به نفع ارتش بشار اسد می جنگیدن کشته شده بودند و به عنوان مستندساز در ایران تشعی شدند و دفن شدند و اما با پایان یافتن نوروز و سیزده بدر نوبت به رسیدگی متخلفان نوروزی آن هم در جاده ها رسید بر اساس تازه ترین اخبار منتشره در ایران رئیس طرح نوروزی سازمان تعذیرات حکومتی از تشکیل پرونده برای 500 هتل و رستوران درون شهری و بین شهری در ایام تعطیلات نوروز خبر داد علیرضا رضا جواهری اظهار داشت از این تعداد 38 پرونده برای هتل ها و 460 فقره پرونده نیز برای رستوران های درون شهری و بین شهری متخلف تشکیل شده است به گفته این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی 19 فقره پرونده نیز برای شرکت های مسافربری در ایام نوروز تشکیل شده است جواهری با بیان اینکه از ابتدای طرح نوروزی 16 اسفند ماه سال 93 تا کنون 46500 پرونده برای اصناف متخلف تشکیل شده است می گفت در این مدت 12845 مورد بازرسی مشترک با سایر دستگاه ها داشتیم و 12123 پرونده برای متخلفین تشکیل یافت رئیس طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی ایران یادآور شد از مجموع پرونده های تشکیل شده 38 هزار پرونده مربوط به بخش کالا و خدمات 4 هزار پرونده مربوط به بخش بهداشت درمان و دارو و همینطور 3500 پرونده مربوط به بخش قاچاق کالا بوده است ایشان می در این مدت 5000 پیامک از مردم داشتیم که گزارش های قابل بررسی به استانها ارسال شد به گفته جواهری استان تهران با 8055 فقر پرونده خراسان رضوی با 3800 پرونده استان البرز به محوریت کرج با 2800 پرونده اصفهان با 2500 پرونده و فارس نیز با 2100 پرونده به ترتیب در صدر استانهای دارای بیشترین تخلفات قرار داشتند. طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی تا فردا شنبه 15 فروردین ماه نیز ادامه خواهد یافت. و در وقت باقی مانده با صحنه های دیگر از حضور شهروندان ایرانی در استقبال از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برنامه را پی میگیریم. تصاویر مرتبط با شادمانی های شهروندان ایرانی و همینطور تحلیل ها و واکنش های گسترده از فرجام چندین ماه مذاکره بیوقفه از حجم گسترده ای در رسانه ها برخوردار بود که به تناسب بازنش در منابع خبری معتبر انتخاب شد و به سمع و نظر شما بینندگان عزیز رسید همینک قطعه دیگر از این تصاویر ارسالی به ایران فردا را با هم تماشا میکنیم <applause> همان گونه که دیدید و شنیدید شهروندان در استقبال از ظریف به تحسین از حسن روحانی و شخص محمد جواد ظریف می‌پرداختند و با این خبر وقت برنامه امشب آن سوی خبر به پایان می رسد با اعلام اینکه امروز جمعه در لندن به عنوان گود فرایده یا جمعه خوب تعطیل بوده و همکاران گروه گزارش روز نیز با یک روز تعطیلی گفتگوی ویژه را برای این بخش از برنامه پس از آن سوی خبر تدارک دیدند این جانب از محضر یکایکتان خداحافظی می کنم. تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویه های تازه تری از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آوی بدرود